از عرب دارم خدمت بینندگان محترم چینل جغولی سال امیدوار هستم هر جایی که هستین تنیتون سالم باشد دوست عزیز قسمی که متوجه هستین متاسفانه ویروس کرونا در سرتا خطر دنیا بزرگ را برای مردم ایجاد کرده که افغانستان هم از این امر مستثنا نیست که روز به روز متاسفانه در, اوا... در این اواخر شیوع ویروس کرونا رو به افزایش هست و همین اساس خدمت فرهقه گرامی آقای علی محبی قرار رئیس اجرایوی کمیته بخوایوی کرونا های مهمی صاحب سلام عرضده عرض از سلام و احترام دارم خدمت شما و از طریق رسانه شما خدمت کسایی که این صحبت دنبال میدن زنده باشین آیا مهمی صاحب کمیته بخوایوی کرونا از طرف ها تشکیل شده و ها عضوش هست و رسمیت هم داره کمیته با شروع شیوع ویروس کرونا در افغانستان و همزمان با شیوع که تا در کابل تبلیغات و آگاهی دهی تازه از طریق تلویزیون شده بود یک تعداد دوستان ما از جمله ما شهدا و دکتر صاحب جاوید همین قسم ما مختلف محترم عدا و دکتر صاحب زکریای صافی اینا در مارستان جاغوری تبلیغات و آگاه های خود داشتن خصوص مؤسسه شادا در زمین آگاهی بهیم مردم فوق لاده همکاری کردند چندین سمینار برگزار کردند و او زمان حتی بحثش در کابل اجنه <applause> و بعد از سال نو امسال ما جاغوری آمدیم و نگرانی داشتیم و دوستان دیگه هم نگرانی به خصوص جامعه صحی ما به عنوان یک مسئولیت شهروندی ما پیشنهاداتی را دادیم به خصوص مؤسسه در زمینه فوق مؤثر بودند که یک کمیته به منظور وقایه پیشگیری و آگاهی دهی در می حد جور شود، آلای رسمی باشه یا غیر رسمی بخرا بر اساس جلسه که در ورسوالی در اداره ورسوالی جاغوری گرفته شد در اونجا تصمیم به این گرفته شد که یک کمیته تصمیم گیری عالی که به عنوان جدی و مهم و رسمیترین ترین کمیته تصمیم در مورد مسائل کرونا در جاغوری باشه متشکل از شورای ولسوالی، شورای علما، نهادهای جامعه مدنی، اداره ولسوالی، کماندانی امنیه، امنیت ملی، همین قسم محسس شهده، محسس عده، محسس فعال در جاغوری، نماینده های بازار با در نظر داشته یک یک نفر نماینده به خاطر که از خیلی زیاد نشه به دلیل ویروس کرونا چند که زمان خیلی جدی نبود ما این کمیته را تشکیل دادیم یعنی چون بخش اجراییش مربوط به قماندانی امنیه و اداره ولسوالی بود میشه گفت که خب رسمی بوده دیگه تا هنوز ما کارهای هم انجام دادیم بیشتر کارهای رسمی بوده اما در زمینه اهدافش ما سه محور جدی را در اونجا تعریف کردیم وقایع و پیشگیری از شوی ویروس کرونا و تمام راه ها و تمام ابزارها و امکان هایی که باعث جلوگیری از شوی ویروس در ولسوالی جاغوری شود و از چون ولسوالی جاغوری باز از طریق ولسوالی جاغوری میتوند مالستان تحلیل شود میتوند طرف روزگان و بخش های دیگه به خاطر ما بیشتر از دیگه ولسوالی اقدام کردیم و یک از اهداف جدی ما وقایه بود و این وقایه از چند طریق ممکن بود اول مرحله مرحله آگاهی دهی و مرحله قرنطینه و محدودیت گشت و گذار را ما تا او زمان مطرح کردیم که باز بعد کابل مطرح شد مسئله وقایه چون در جاغوری تعداد زیاد ما مسافر بالخصوص از شهرهای اپیدمی و شهرهایی که مساب بودن مثل حرات تا ایران قطاقوم و همین قسم جاهای دیگه ما بندازه که به صورت آمار کلی که ما داشتیم روزانه حدود سی کاستر هم اینجا آمده و دور به جز مترای خورد که هر کاسر دو حدود هم روزانه بینی تا حتی بعض روزها هزار نفر هم اینجا آمده یعنی که خیلی حجم مسافرت حتی تقریبا نسبت به شهر غزنی اینجا زیاد بوده چون تعداد زیاد آدم که مهاجر بودن برگشت و اون لحاظ ما نیاز داشتیم که در سه محور کار جدی انجام بگیره اولی که نفرای یک آگاهی کلی شد و چون آگاهی هیچ از طرف سعت نشده بود به جز آگاهی دهی که مسیح انجام داده بود و از طریق کلینیک های مسیح یک آگاهی دهی صورت گرفته و یک از اهداف ما بود اهداف دیگر دادخواهی و نظارت بود که برای مصابین، برای فقرا، برای مواردی که نیاز به دادخواهی دارد، دادخواهی شود و مواردی که نظارت باید باشه نظارت شود از قیمت، از خدمات صحی، خدمات اجتماعی، خدمات دیگر، ترانسپورتی و مدیریت بازارها بود چون شاروال محترم هم عضو کمیته بودن بعد اینا در زمینه همکاری هم کردند چون جاغوری خو یک بازار یک گلوسوالی است یک گوشه افغانستان و بازار قندار بازار غزنی اگر نظارت شود و اتومات اینجا تاثیرگذار گذار است اما باسن چون ممکن یک تعداد به کنه با او خاطر ما در زمینه نظارت هم کار میکردیم که به صورت مشخص وقایه و پیشگیری از شوی ویروس کرونا دادخواهی و نظارت مدیت بازارها از جمله وظایف و اهداف کمیته بود که بعد از دو ماه تقریبا ما میتونیم بگیم نسبت حتی به شهر غزنی و کابل کمیته در زمینه با همکاری خود مردم چون مردم اینجا مردم خیلی خوب و فرهنگی هستن موفق بوده آیه محیب کمیته کومیتای کرونا از بطن تحسیز تا هنوز در چی زمینه های فعالیت داشته آیه دستاورده هم داشته تا هنوز؟ خب در زمینه های تحقق اهدافی که اونجا ذکر کردیم فعالیت داشتند که اولین مسئله آگاهی دهی بود اولین فاز آگاهی دهی ما آگاهی دهی سیار در بازارها بود که هم از طریق رنجر پلیس هم از طریق از طریق برگه های تبلیغاتی ما در مرحله اول آگاهی دهی کردیم در بازارها فاز دیگه بعدی ما آگاهی دهی از طریق مساجد بود ما برگه های تبلیغاتی را از طریق مساجد و ملا با همکاری شورای محترم علما و جناب استاد صابری رئیس شورای علما با اکثر مساجد فرمای ثبت مسافرین و آگاهی دهی نشر شد و بعد فاز بعدی ما آگاهی قریه به قریه بود که او سرورم هم شامل می شد ما بر اساس طرح را که داشتیم قرار با قرار وعده داده بودیم به مردم یکی از وظایف کمیته بود که آگاهی دهی کنه و دنبالش سروی کنه که داخل تحلیل وضعیت صحی را به دیست بیاریم بعد از اون طریق ما آگاهی دهی قریه به قریه ما روی دست گرفتیم که تیم صحی ما قریه به قریه جاغوری 500 قریه هست در تمام از قریه ها تیمای صحی رضاکار دوکران رفتند نه آدمای عادی و اینا تلاش کردن که قریه بخری آگاهی دهی کنه و او فوق العاده موثر بود و همزمان یانا برگای سروی برگای سروی را ما طرف دکتر سید ستوده آمیر تنظیم شده بود و همچنان از طرف کمیته سیهی این تطبیق شد که در اینجا ما حداقل با منرخ یا آمار کلی مساب شدگان و ریسکی عمومی تا جای دست پیدا میکردم میفهمیدیم که مثلا بعد از یکی رو تحلیل کردیم که تا کجا کجاها ریسک داره چقدر مسافرین نامده بعد چقدر مسائل جدی و مصاب و مشکوک داریم که بعد با اونا ارتباط برقرار شده و یعنی یک ماه از گذشته دیگه تقریبا نمو دوری نهفتگی بگه پایش خب بلا سه هیچ دکترها بیشتر میفهمند گذشته اینه یعنی ما ریسکش گذشته بود بعد چیزی خیلی مهم میره که کومیتا دستاورد دستاورد که نه دیگه کارها وظایفش بود وضع محدودیت گشت و گذار و قرنطین بود که ما در سه مرحله قرنطین را وضع کردیم و محدودیت گشت و گذار قریه ها را و دلیلی که جاغوری خو یک صورت اگر خیلی به احتیاطی نشود قرنطین هست چون خانه ها دور است فاصلش رفت آمد ها اگر احتیاط شود کم است باز ما به خاطر از قرنطین قریه در مرحله اول به خاطر که از قریه به او قریه دیگه به مدت از دای از از دای حمل شروع کردیم البته پیش از اون تبلیغات شده بود اما رسمی از دای حمل شروع شد تا ختم بعد مرحله دیگه قرنطینه بازارها بود به خاطر که تجمعات به مورد جلوش گرفته شود مسئله دیگه قرنطینه خود جاغوری هم بود که ما البته نه که مرز برای مردم بسته شده باشه که البته یک سلسله کمکاری های هم اونجا سرعت گرفت شکایت های هم از اینجا وجود داشت ما شما میفهمین که در سطح کابل تا هنوز گارنیزیون و نمیدانم اردو و پلیس و حکومت مرکزی ما تا هنوز نتانست قرانتین ما پیاده کنه تا جلوی رشوت بگیره یا ایک در شهر غزنی هم میتونه اما ما در جاغوری بدون اون صلاحیتی که اونا دارن به یک کمیته مردمی و حکومت محلی نیمه رسمی ما تانیستیم که حداقل روزانه ترانسپورت ما از طریق موترهای کلان سی موتر بود ما صفر کردیم در ماه هفته اول اما موترهای خورد مثلا تا ده موتر رسیده بود و در نهایتا تا شش موتر روزانه ما داشتیم که او امروز اگر تا هنوز جاغوری با اون قدر مسافری که قرار بود بیایه و اتفاقا اینا هم تانوس با اون جمله بحرانی شدن نرفت و همی مسافرین هم که بود ما یک چکلیست دیگه داشتیم که همه این مسافرین در دا اونجا اونای اما سابقه سفرش مشاهده میشد و اینجا سبت میشد و ممکن یک تعداد سبت هم نشد رفتن و خاطر خود ما امکانات رسمی نداشتیم از پول زمین کمیته بود باز ارتباط داشتیم با اونا و تا هنوز خب الحمدلله با او وضعیتی که ما ریسکش بود و احساس ترس نگرانی که ما داشتیم خود تا جای مدیریت شد بحث دیگه هماهنگی و انسجام خود نهادها هست یک انسجام دهی ده ده این کرونا باعث شد که یک انسجام دهی ده و یک هماهنگی بین نهادهای فرهنگی و مدنی و شورای علما ما فکر میکنم در هیچ وقت نمی تو به صورت منسجم تمام نهادها و تمام نماینده ها در یک سو انرژی و نیرویش به کار گرفته نشده بود یک اتحاد و هماهنگی به وجود آمد و همچنان نجاد کرونا سنتر در اول اولین کاری که ما در اینجا کردیم این بود که وقتی ما محدودیت گشت و گذار وضع میکنیم مسافرینی که می اگه مشکوک است و در کجا شود از و خاطر یکی از دارو معلمین یکی از الحاقی های دارو معلمین فیض محمد کاتبه که فعلا تعطیل است به این بسرات رسمی پیش از کرنام تعطیل بوده او را اختصاص دادیم به می مساله و او رنگ شده که شد چپرکت هم اونجا است و, انتظار انتظار ماهی بود که حداقل ما این رنگش میکنیم تمیز میکنیم آماده ما میکنیم مورد بحر اما و مورد بهره برداری اما حداقل وزارت صحت هم روی روی جایی و بخش تغذیشا به عهده بگیره که متاسفانه تا هنوز او مثلا صورت نگرفته اینا فعالیت های کلی در بخش آگاهی دهی در بخش وضع قرنطین نظارت بازارها ایجاد کرونا سنتر تبلیغات قریه و قریه سرویس هی اینا جمله کارهایی بود که ما در جاغوری انجام دادیم خب از این کرونا سنتر که یادآوری کردین که در دار بازار قجور موقع داره و چی منظور در کل ایجاد شده و یا امکاناتی مورد نیاز در اختیار مرکز هست متاسفانه همون قسمی که گفتیم کرونا سنتر در حد یک جای احتیاطی ما ایجاد کردیم که اگر موارد مشکوک یا مواردی که دوچار مشکل جایی میشه چون ما ایر م... تخمین زده بودیم و پیش بینی کرده بودیم که مردم چون اینجا قریه است یا مردم جدی نمیگیره یا اگر جدی گرفت در حد حیثیتی جدی میگیره که مثل مجرم با او برخورد میکنه <applause> که اگر این موارد پیش آمد که کسی یک کسی حتی ده قریه خود نماد در کجا شده. از همون خاطر ما همین رو نظر گرفته بودیم اما بان که سیعت آمه این گزارش های مارم داره و متاسفانه در حد یک روی هم, هم کاری نکردن اگر نمو تقریبا 20 هزار روپی پاک کاری شده و رنگ شده تمیز شده اینا از پول از همی اعضایی که کردیم از دکترهایی که هم نکروالی دادن هم دیگه متاسفانه هیچ نو امکانات اونجا بجز اونمو ساختمان بجز اینکه ما پاکاری کردیم رنگ کردیم و یک چپرکت های ها اضافی رو کشیدیم چند در اتاق دو چپرکت و یک چپرکت در صورت تجریدی اینا گذاشتیم دیگه او نه روجایی است نه دیگه البته مردم هم کاری های کردن حال فعلا ما یک نفر اونجا قرانتین داریم اما متاسفانه و شرایطی حتی امکانات اولیه که یک حمام فعال باشه اونجا یک نفر باشه که نان بته و مسائل تقضی اینا رعایت شوه اینا متاسفانه که هیچ همکاری از طرف نهادی رسمی و سیعت صورت نگرفته هرچند که جناب مدیر سیعت آقای قیوم سپروده جدای اون کار رسمیش به عنوان یک دکتر به عنوان یک شهرون تا هنوز خودش بدون از که جناب امکانات داشته باشه تا جانش در خطر انداخته و در زمینه سمپلگیری با مسیح ها هم کاری کرده هم در کارهای آگاهی سهمی اول داشته اما از آدرس مدیریت سیعت همه هیچ بودجه نداره مدیریت سیعت همه هیچ نداره هیچ امکانات نداره خودش و سیاحت آمه هیچ کاری نکرده بنابراین یعنی کرونا سنتر که اینجا بود در حد یک قرانتین جا بود اینجا یک تعداد موارد مجبوری قرانتین شده برای مسائل به مدت محدود اما این نه به لحاظ امکانات داره حتی نه به لحاظ معیشتی اینجا جای زندگی است چون ما توانایی مردم توانایی نداره که کمیته پولی که ما جمع کرده بودیم اینی آگاهی خو مصرف تیل است مصرف چاپ است نفره که مورمیه اینا کلش ما یک مقدار پولی که خود ما جمع میکنیم به این میرسه حقیقتا به دلیل از اینکه پول هایی که از بیرون خواسته شده از مسافرین خواسته شده از مهاجرین خواسته شده و خوب مصرف هم نشده یک زمینه اعتماد اجتماعی را هم از بین برده به او خاطر ما حتی خواهان همکاری هم نشدیم و جز اینه که آیالی تصمیم داریم که با یک مکانیزم بسیار شفاف و منظم خواهان همکاری شویم که اگر آلیخی دولت کار نمیکنه دقیقا این مرکزی مرکز قرانتین ما و یک تعداد دوستایی که از روی فقر قرانتین رو میشکنه برز همکاری شویم که اون با یک مکانیزم منظم و جدی تصمیم داریم که خواهان همکاری شویم اما خواهان همکاری نشدیم که متاسفانه وزارت سیاتامه و ریاست ما هیچ نوبودیجه در حد نه یک بالون است نه اونجا جای امکانات صحی است هیچ نیست فقط یک جای رو مردمی ما اونجا جور کردیم. خو یک تعداد هم که اونجا روان میکنن خو اونجا جای معیشتی و امکانات معیشتیش نیست به اون خاطر رو تعداد آدم ها اونجا نمیره و یک یک نفر هم که اون مردم اونجا بردن یک نو کوتا قلفی و ریسر خو ما نمیخوایم هاشا کنیم یا پنهان کاری کنیم خب ما امکانات نداریم مردم به قریه نمیمونه و طلا بسته است اونم اونجا ما اینقدر تا نیستیم که یک جای برای یک سرپناه باشه دیگه، اما اون هیچ امکاناتی نداره خب، قسمت که معلوم هست، مدت میشه که شما وضعیت را از نزدیک بررسی میکنیم وضعیت در جاغوری چی هست؟ آیا کدام افراد مشکوک هم تا هنوز برخورد کرده ایم؟ افراد مشکوک، آره، ما بر اساس صحبت که من با دکتر زکریا شب انجام دادم، اینجا لیست دادم تا هنوز هم از من سعی که ما اول فکر میکردیم که مسئول چون پرو... تبدیل کنده پروژه سیاحت است، اینکه دو دو ساعت نکتم کردم من سعی دارم که چرا ما پاسخ متوجه شدیم که نه من سعی یک نفر کسی که سامپل فکر پایند است و مسئول سامپل گیری یا نمونه گیری است، اما آدم به صورت دو و یک کار انسانی با مماشی که عادیش این کار رو میکنه و این قابل قدر است. مسی مترم داد تا هنوز شش از جغری گرفته و دو سامپل از مالستان. که اینی سمپلا یک مشکلی که است مشکوکین که اینجا سمپل سمپلا گرفته میشه اینا با ازار خون دل و سمپل میگیره بدون امکانات از یک قرش بازو روان میکنه در مرکز و در غزنی که رفت یا در مسیر را گم میشه یا سهلنگاری میشه یا یک در کابول رسید در کابل گم میشه و صورت موردی کسی به نام امو یکی از دوستای ما به نام خوبی نامش رو به خاطر زی میگیریم که چی شود مورد مشخص باشه احسان الله نرس آمریکامپلکس که اینجا مراجعه کرده بود سمپل از او گرفته شده بود سمپل از را روان کرده بودن به غزنی از غزنی به کابل و این مفقود شده بخی هیچ نیست بخی امیر تماس گرفتن بر جاهای مختلف هوای زکریا هیچ هیچ گفتن که گم شده اما واکسین کریر یا همون نگهدارنده واکسین که او خب اینا مجبور هستن چون مسیر راست یک امکانات انتقال دهنده ده که داره اونجا که محافظت کنه امور هم اینا گرفتن برای ناپس روان نکرده دیگه اینی مشکلات ها وجود داره با بلان با در نظر داشت اینی وضعیت ما میتونه بگوییم که حدود 50 فیصد احتیاط مردم قرنطینه و اینا باعث شده که جاغوری به سوی بحرانی شدن نره مم. تا هنوز ما موارد حاد نداشته باشیم اما 50 دیگه من فکر می کنم به دلیل نبود تست و سمپلگیری است یعنی از اول تا هنوز خیلی موارد مشکوک بوده متنزی مردم از ایران آمدن از هرات آمدن از کابل و غزنی آمدن و حتما خب ما مصاب او شاید بینش بوده باشه به دلیلی که تست نیست سمپل گیری نشده و این سمپل های حتی که همین سمپل یک شش سمپل از اول به هار تانوسی گرفته شد چون <applause> امکانات نیست امیرم که دکتر دا داکتر سبزکاریا و دوستایش همکارایش خب برای بلاز انسانی گرفته کل موری وخیم بوده اینو هم نتیجهش برمان آمده یعنی که سمپل گرفته نشده دیگه وقتی نتیجه نه. یا نتیجه می بعد دو هفته وقتی بعد دو هفته ما بلا نمیفهمیم ما اینقدر متبلغات آگاه دهی و مدت که ما در جریان کار هستیم خب بعد دو هفته دیگه اعتبار هم نداره میگه بعد سه روز دیگه اون نتیجهش خیلی مهم نیست که به صورت منفی می بره به این دلایل فعلا در به صورت کلی در قریه خود نه می کنه علایم داره یا متروان است یا فلان بوده یا یکی مسافرت داشته یا سابقه ارتباط با دیگران داشته این گزارش ها و اول آوازه های هم هست اما به صورت مشخص فوتی یا کدام حالت حاد بحرانی که چندین نفر باشه تا هنوز در جاغوری به اون صورت ما خبر نداریم شاید بوده باشه به صورت فعلی فعلا خو اونم یک دو آخرین مورد مشکوک دو مورد مشکوک بود که دیشاو دکتر سید زکریا و مسئول سمپلگریش که واقعا ما از اون متشکر هستیم اونا گرفتن و همون سمپل را هم بخش ترانسپورت از ارتا غزنی از جیب شخصی خود دکتر سید صافی هم پرداخت کرد. دیگه ای که او چی وقت نتیجهش معلومه شاید آخر افتاده